کسالت رسول الله. بعد از مراجعت به مدینه یک ماه حال محمد خوب بود و بعد از آن بیمار گردید، ولی بیماریش طوری بود که بعضی از روزها می توانست از منزل خارج شود و به مسجد برود و نماز بخواند. در روزهایی که خود نمی توانست از منزل خارج شود، بنا بر نوشته بعضی از تذکره نویسان، علی ابن ابی طالب داماد پیغمبر و پسر عموی او در مسجد نماز می‌خواند. بعضی دیگر نوشتند که به جای او ابوبکر در مسجد نماز می‌خواند، یعنی علی یا ابوبکر امام می‌شدند و مسلمین با آنها اقتدا می‌کردند و نماز جماعت می‌خواندند. هر دفعه که علی ابن ابی طالب یا ابوبکر در مسجد قرآن می‌خواندند، پیغمبر در خانه گوش فرا می‌داد و گاهی برمی‌خواست و می نشست و آنچه را که در مسجد بر زبان می آوردند تکرار می نمود. تا روزی که محمد می توانست حتی به کمک دیگران راه برود، از رفتن به مسجد خودداری نمی کرد و با اینکه دو نفر از دو طرف زیر بغلش را می گرفتند، او عازم مسجد می گردید تا اینکه نماز بخواند و مسلمین را ارشاد کند. یک روز در حالی که برای مسلمین در مسجد صحبت می کرد گفت: ای برادران، به زودی یکی از کسانی که شما را بسیار دوست می دارد از بین شما خواهد رفت. و کسانی که در مسجد بودند بعد از شنیدن این حرف گریست، زیرا معنای آن را درک کردند و دانستند آن که آنها را دوست می دارد و از بین آنها خواهد رفت محمد است. محمد آنها را دلداری داد و گفت: گریه نکنید. شبها در آن دوره کسالت اگر پیغمبر خوب می شد، از خانه خارج می گردید و به طرف قبرستان بقیع که عده‌ای مسلمین به خصوص شهدای جنگ احد در آن مدفون بودند می رفت و مدتی آنجا توقف می کرد. فقط خدا می داند که محمد بعد از این که به قبور شهدای جنگ احد می رسید راجع به چه فکر می نمود. در آن روزها هر بار که می توانست به مسجد برود می گفت: ای برادران و ای خواهران، هر کس از من بدی دیده است قبل از اینکه از جهان بروم آن بدی را جبران کند و از من قصاص بگیرد. اگر من کسی را زده ام بیاید و مرا بزند و من پشت خود را برای دریافت ضربات او خم خواهم کرد. منزل رسول الله در مدینه، همانجا که دنیا را ودا گفت، نزدیک مسجد. منزل محمد خانه‌ای بود یک طبقه بدون زیرزمین و در فصل تابستان آن خانه خیلی گرم می‌شد. خانه را وسط حیاط بنا کرده بودند، به طوری که حیاط از چهار طرف آن را احاطه کرده و پیوسته چند بز در حیاط خانه می‌چریدند. یک روز صبح حال محمد به قدری بد شد که از اطرافیان خود درخواست کرد بروند و از هفت چاه آب مدینه هفت ظرف آب برایش بیاورند، مشروط بر اینکه دو ظرف آب از یک چاه نباشد. اطرافیان پیغمبر رفتند و هفت ظرف آب از هفت چاه برای محمد آوردند. پیغمبر اسلام از هر یک از ظروف مزبور جرعه نوشید و بعد از اینکه از هفت ظرف آب آشامید گفت: حالم بهتر شد. ما نباید از این موضوع حیرت کنیم که چرا پیغمبر اسلام در صدد برآمد با نوشیدن آب خود را مداوا نماید، برای اینکه داروی عرب بادیه آب است. قدر آب را عرب بادیه که در تمام عمر تشنه است می داند، نما که آنقدر آب در دسترس داریم که از بهای آن بی خبریم. آب در نظر عرب بادیه نه فقط مقوی جسم و روح می باشد، بلکه داروی تمام درد هاست و در بیابانهای عربستان هر کس که بیمار می شد خود را با آب مداوا می کرد. توضیح: از موضوع کمی آب در صحرای عربستان گذشته، آب برای بدن انسان دارای منافع زیاد است و اطبا و زیست شناسان امروز میگویند که هر نوع آشامیدنی غیر از آب برای بدن ضرر دارد و آب پاک و بدون آلودگی علاوه بر رفع آتش دارای خاصیت میکروب کش میباشد
و مانع از بروز بیماری ها در بدن می شود. مترجم: آن روز بعد از اینکه پیغمبر اسلام از آب هفت چاه نوشید و گفت حالم بهتر شد، با کمک دیگران عازم مسجد گردید و مرتبه دیگر برای مردم صحبت کرد و باز از مؤمنین خواست که هر کس از او بدی دیده جبران کند و او برای تحمل هر نوع ضربت و اهانت آماده است. پیغمبر اسلام گفت: ای مردم، اگر من به شما ضربتی زده یا اهانتی کردم، به من ضربت بزنید و اهانت کنید و نترسید از این که ضربت و اهانت شما برای من رسوایی به بار بیاورد، زیرا رسوایی دنیای زمینی در قبال رسوایی دنیای آسمانی بدون اهمیت است. بعد محمد گفت: من از تمام مسلمین درخواست می کنم که در حافظه خود جستجو کنند تا بفهمند آیا طلبی از من دارند یا نه، و هرگاه طلبکار هستند آن را وصول نمایند. مردی برخاست و گفت: یا رسول الله، تو مبلغ 3 درهم به من بدهکار هستی. و محمد بیدرنگ طلب آن مرد را پرداخت و بعد از آن رشته سخن را تغییر داد و راجع به اسامه صحبت کرد. اسامه فرزند زید بن حارثه بود که گفتیم وی غلام پیغمبر شد و محمد او را آزاد کرد. موقعی که زید بن حارثه از قبیله بنی کلب طفل بود، در یکی از جنگ‌ها او را اسیر کردند و مردی به اسم حکیم بن حزا طفل مزبور را به عنوان غلام برای دختر عمه‌اش خدیجه خریداری کرد. همین خدیجه است که در سن 40 سالگی زوجه پیغمبر اسلام گردید. بعد از اینکه محمد شوهر خدیجه شد، خدیجه غلام خود زید بن حارثه را به محمد بخشید و محمد هم وی را آزاد نمود و او را به فرزندی هم قبول کرد، به طوری که در مکه مردم به زید بن حارثه می گفتند زید بن محمد. تا اینکه آیه ای راجع به زید بن حارثه از طرف خداوند نازل گرد و در آن آیه که امروز آیه 5 از سوره 33 قرآن موسوم به سوره احزاب است، خداوند به مسلمین گفت که زید بن حارثه را به اسم زید بن محمد طرف خطاب قرار ندهند، زیرا اگرچه پیغمبر او را به فرزندی قبول کرده، اما وی فرزند واقعی رسول خدا نیست. در آیه مزبور اسم زید بن حارثه نیست، ولی یک قسمت از آیه مزبور مربوط به اوست. باری زید بن حارثه در جنگ معوته شهید گردید، ولی زید فرزندی داشت موسوم به اسامه و هنگامی که محمد بیمار بود یک قشون بسیج کرد و اسامه فرزند زید را که در آن موقع 21 سال از عمرش می‌گذشت فرمانده آن قشون نمود تا به شام سوریه برود و جنگ کند. این موضوع مورد ایراد بعضی از دلیران اسلام قرار گرفت، وگرچه برای رعایت احترام رسول الله در حضور او چیزی نگفتند، ولی در پنهان زبان به انتقاد گشودند و اظهار کردند این جوان 21 ساله که محمد او را فرمانده یک قشون کرده و به شام فرستاده لیاقت فرماندهی را ندارد. این ایراد به اطلاع پیغمبر اسلام رسید و آن روز خطاب به مسلمین گفت: من از این جهت اسامه بن زید را به فرماندهی قشون انتخاب کردم که او علاوه بر این که فرزند زید است، جوانی شجاع و عاقل می باشد و من می دانم که از عهده فرماندهی برمی آید. اسامه فرزند زید به مناسبت رحلت پیغمبر اسلام نتوانست مأموریت جنگی خود را به انجام برساند، ولی بعد از اینکه ابوبکر خلیفه مسلمین شد، تصمیم پیغمبر اسلام را تایید کرد و اسامه را باز به فرماندهی قشون اسلام که میباید در شام سوریه مبادرت به جنگ نماید منصوب کرد و اسامه به شام رفت و در آنجا جنگید و فتح نمود و ثابت شد که اعتماد پیغمبر نسبت به آن جوان بدون اساس نبوده است. فتح اسامه در سوریه دروازه آن کشور را به روی اسلام گشود، تا اینکه در زمان خلافت عمر بن خطاب
سراسر سوریه به تصرف اسلام درآمد. آن روز که پیغمبر در مسجد صحبت می کرد، بعد از اینکه راجع به اسامه صحبت نمود، رشته صحبت را به انصار کشاند و گفت: ای مهاجرون که از مکه مهاجرت کردید و خود را به مدینه رساندید، من به شما توصیه می کنم که با انصار که ساکن اصلی مدینه بودند به خوبی رفتار نمایید، زیرا انصار مورد اعتماد من بودند و ما بعد از مهاجرت از مدینه نزد آنها از امنیت برخوردار شدیم. اگر مشاهده کنید که انصار نسبت به شما مرتکب خطایی می شوند، آنها را عفو نمایید، زیرا انصار برای من به منزله لباس بدنم بودند و آنها وظایف خود را تا به امروز به انجام رساندند و بعد از این وظیفه ای ندارند، لیکن دارای حق می باشند. ای مردم، بعد از این که من زندگی را بدرود گفتم و مرا به خاک سپردید، در مقابل قبر من رکوع و سجود نکنید، زیرا رکوع و سجود فقط در خور خدای واحد است. و بعد از این گفته پیغمبر اسلام از مسجد خارج گردید. ارتحال. قبل از این که راجع به آخرین روزهای زندگی پیغمبر صحبت کنیم، ضرورت دارد که به اختصار در خصوص آخرین جنگ محمد موسوم به جنگ تبوک صحبت نماییم. گفتیم بعد از اینکه محمد از مکه مراجعت کرد بیمار شد، ولی گاهی حال او بهبود می‌یافت. در سوریه که بعضی از سلاطین و امرای آن تحت حمایت روم بودند و باید متوجه بود مقصود نویسنده در اینجا از روم همانا رومیت الصغراست که نام دیگرش را بیزانس می گفتند. مترجم. شایع شد که محمد مرده است و لذا رومیت الصغرا در صدد برآمد از راه سوریه به عربستان حمله کند و مسلمین را سرکوب نماید. این خبر به محمد رسید و تصمیم گرفت به استقبال قشون خصم برود و با اینکه کسالت مزاج داشت فرمان بسیج عمومی صادر کرد. در آن موقع وضع بیت المال یعنی سازمان مالی عربستان خوب نبود و در مدینه آذوقه زیاد وجود نداشت و گرمای شدید تابستان آن سال مزید بر اشکال گردید. پیغمبر اسلام از مسلمین خواست که هر کس بضاعت دارد برای بسیج و قشون اسلام کمک کند و هر مرد مسلمان دارای بضاعت است خود ساز و برگ جنگی خیش را تدارک نماید. عبدالرحمن ابن عوف یکی از مسلمین برای کمک به ساز و برگ قشون اسلام 4000 درهم آورد و گفت: یا رسول الله، من 8000 درهم داشتم و 4000 درهم برای همسرم گذاشتم و بقیه را نزد تو آوردم که صرف قشون نمایی. محمد گفت: خداوند به مالی که جهت کمک به قشون اسلام آورده ای و همچنین به مالی که برای زنت گذاشته ای برکت بدهد. و عبدالرحمن ابن عوف طوری ثروتمند شد که وقتی زندگی را بدرود گفت، یک هشتم سهم یکی از زنهای او، عبدالرحمن ابن عوف 4 زن داشت، 80000 مثقال طلا گرد. ابوبکر هر چه داشت آورد و به پیغمبر داد تا اینکه صرف قشون اسلام نماید و عمر ابن خطاب نیمی از اموال خود را آورد و به محمد داد. مردی به اسم عاصم ابن ادا که پول نداشت 100 وثق خرما آورد و ابو عقیل که یکی از انصار بود 1 صاع خرما آورد و گفت: یا رسول الله، من 2 صاع خرما داشتم و یکی را برای قشون اسلام آوردم. توضیح: صاع که واحد مقیاس وزن بود قدری از 1 من بیشتر است. وثق در عربستان 6 صاع بوده است. مترجم. مسلمین به راستی فداکاری کردند و غیر از وسیله معیشت زن و فرزندان هرچه داشتند یا قسمتی از آن را برای بسیج ارتش اسلام بذل کردند و یک قشون نیرومند با
متشکل از 30,000 سرباز با ایمان و مصمم به وجود آمد که 10,000 تن از آنها سوار بر اسب بودند و منظره حرکت آنها از مدینه با صفوف منظم به سوی مرز شام سوریه از مناظر باشکوه بود که تا آن تاریخ در اسلام نظیر نداشت. وقتی قشون اسلام به مرز سوریه رسید، عده‌ای از امرا و رؤسای محلی که قصد داشتند با کمک ارتش روم، رومیت الصغرا، به عربستان حمله ور شوند، گریختند و خود را به داخل خاک سوریه دور از مرز رساندند و حتی قشون روم که آماده بود به حمایت از امرا و رؤسای محلی وارد عربستان شود، عقب نشینی نمود. پیغمبر اسلام مدتی در منطقه مرزی شام توقف کرد و رؤسای قبایل محلی و روحانیون آن مناطق را که مسیحی بودند مطیع اسلام نمود، یعنی متعهد شدند که به اسلام جزیه بپردازند و آنگاه محمد با قشون نیرومند اسلامی به مدینه مراجعت کرد و چون مرکز ارتش اسلام در مرز سوریه یک قلعه بود موسوم به تبوک، لذا قشونکشی مزبور به اسم جنگ تبوک خوانده شده است. محمد در تبوک مبادرت به جنگ نکرد، ولی آن قشونکشی تمام رؤسای قبایل و امرای سرحد سوریه را از اسلام ترساند و مجبور شدند با مسلمین پیمان عدم تهاجم و بیطرفی یا پیمان اتحاد ببندند، زیرا به چشم خود دیدند که حتی قشون روم هم بعد از رسیدن قشون اسلام به سرحد سوریه عقب نشینی کرد. در قشون کشی تبوک چند نفر از مسلمین که میباید به میدان جنگ بروند به مناسبت راحت طلبی و بیم از مرگ نرفتند و آنها عبارت بودند از ابوالبابه و اوس بن ثعلبه و ودیت بن حرام. این سه نفر از عمل خود پشیمان شدند و وقتی محمد از تبوک مراجعت کرد در مسجد مدینه خود را به ستون بستند و گفتند تا وقتی رسول الله ما را عفو نکند ما خود را از ستون باز نخواهیم کرد. رسم پیغمبر اسلام این بود که بعد از مراجعت از هر سفر وقتی به مدینه می رسید به مسجد می رفت و دو رکعت نماز می خواند. پس از اینکه محمد از تبوک مراجعت کرد و وارد مسجد گردید که نماز بخواند، مشاهده نمود که آن سه نفر خود را به ستون بستند. پیغمبر اسلام از آنها پرسید برای چه خود را به ستون بسته اید؟ آنها گفتند ما گناهکاریم زیرا به میدان جنگ نرفتیم و تا گناه ما را نبخشایی خود را از ستون باز نخواهیم کرد. پیغمبر گفت گناه بندگان را باید خدا ببخشاید و من کسی نیستم که بخشاینده گناه بندگان باشم. بعد از این واقعه این آیه که امروز آیه 102 از سوره 9 قرآن موسوم به توبه است نازل گردید. ترجمه آیه: از خلافکاران واقعی تبوک کسانی به گناه خود اعتراف کردند و عمل بدخیش را با عمل نیک به هم آمیختند. خداوند توبه این اشخاص را میپذیرد زیرا خداوند دارای بخشایش و ترحم است. به موجب این آیه خداوند گناه آن سه نفر را عفو کرد و به شکرانه اینکه مورد عفو قرار گرفتند به پیغمبر گفتند که حاضرند تمام اموال خود را به بیت المال اسلام بدهند. ولی آیه دیگری از طرف خداوند نازل گردید که در همین سوره توبه است و خداوند در آن آیه به محمد میگوید که از اموال این سه نفر فقط زکات مال را بردارد و بقیه اموال را با آنها برگرداند. بعد از قشونکشی تبوک پیغمبر اسلام در جنگی شرکت نکرد، ولی از فکر تقویت اسلام غافل نبود و در حال بیماری خواست که اسامه فرزند زید بن حارثه را با یک قشون به سوریه بفرستد، ولی رحلت پیغمبر مانع از عزیمت اسامه گردید. در فردای روزی که پیغمبر اسلام به مسجد رفت و برای مسلمین صحبت کرد، حال پیغمبر اسلام بدتر شد و گفت آنچه سبب بیماری من گردیده
زهری است که آن زن یهودی در خیبر به من خورانید، که شرح آن گذشت. آن زهر گاهی مرا بیمار می کرد، ولی نه به طوری که از پادر آورد، و اینک مرا از پادر آورده است. در روزهایی که پیغمبر اسلام سخت بیمار بود و نمی توانست از منزل خارج شود و به مسجد برود، بنا به نوشته بعضی از تذکره نویسان، به طوری که گفتیم علی ابن ابی طالب در مسجد نماز می خواند، و بنا به نوشته بعضی دیگر از مورخین ابوبکر به خواندن نماز مشغول می شد. یک روز حال پیغمبر به طور موقت خوب شد و دو پسر عباس عموی پیغمبر زیر دو بازوی او را گرفتند و محمد با کمک آنها به مسجد رفت. در آن موقع ابوبکر برای مسلمین صحبت می نمود، وی که نشسته بود از جا برخاست و خواست جای خود را به محمد بدهد، ولی پیغمبر اسلام به او اشاره کرد که بنشیند، و چون حالش بد بود با کمک دو پسر عباس از مسجد مراجعت کرد. یک دفعه گفتیم که نمی توانیم راجع به بیماری محمد اظهار نظر کنیم، و چون مورخین اسلامی علائم بیماری پیغمبر را به طور وضوح ننوشتند که بتوان فهمید مرض محمد چه بوده است، و هرچه در این خصوص گفته شود غیر از فرض نیست. در ماه ربیع الاول سال 11 هجری حال محمد بدتر شد و حس کرد که زندگی را بدرود خواهد گفت، و یادش آمد که 7 دینار از پول او نزد عایشه است. محمد غیر از آن 7 دینار پول نداشت و عایشه را احضار کرد و گفت: آیا 7 دینار پول من نزد تو می باشد؟ آن زن گفت: بلی یا رسول الله. محمد گفت: آن 7 دینار را به افراد بی بضاعت بده، زیرا من شرم دارم که با 7 دینار پول نزد خداوند برم. روز دوشنبه 13 ماه ربیع الاول از سال 11 هجرت حال محمد بدتر از روزهای قبل شد. باید دانست که تا آنجا که از تواریخ اسلامی استنباط می شود، پیغمبر اسلام در دوره بیماری دوا نخورده و طبق نوشته بعضی از مورخین در روز دوشنبه 13 ربیع الاول یا در روز ما قبل قدری دوا به محمد خورانیدند و وی از خوردن دوا اکراه داشت. آخرین تقاضایی که محمد از اطرافیان کرد این بود که دندانهای او را مسواک بزنند که تمیز باشد، چون محمد خیلی به نظافت علاقه داشت و به دفعات گفت که نظافت نصف ایمان است. در روز دوشنبه 13 ربیع الاول مطابق با 8 ماه ژوئن سال 632 میلادی علی ابن ابی طالب داماد پیغمبر و ابوالفضل پسر عموی او یعنی پسر عباس و اسامه فرزند زید ابن حارثه غلام آزاد شده پیغمبر و شکران یک غلام آزاد شده دیگر که ما تا اینجا نام او را نبرده بودیم و اوس ابن خولی و تمام زنهای پیغمبر بر بالین محمد حضور داشتند. عایشه میگوید: من در آن موقع جوان بودم و نمی توانستم بفهمم که شوهرم در شرف مرگ است، و دستها را اطراف گردنش حلقه کرده بودم و در همان حال رسول الله زندگی را بدرود گفت. من نفهمیدم که او مرد، ولی بعد از اینکه زنها شیون کردند و مردها گریستند فهمیدم که پیغمبر اسلام از دنیا رفته است. در همان لحظه که محمد زندگی را بدرود گفت، طبق روایت مهر نبوت که در پشت وسط دو شانه او بود ناپدید شد، زیرا با رحلت پیغمبر وظیفه پیغمبری او خاتمه یافت. وقتی محمد زندگی را بدرود گفت، از مال دنیا جز قاطری سفید رنگ که پادشاه حبشه به او اهدا کرد و چند شمشیر چیزی نداشت. رسم عرب این بود که وقتی رئیس یک قبیله زندگی را بدرود می گفت، او را در همان نقطه که مرده بود دفن می کردند، و لذا تصمیم گرفتند محمد در همان جا که رحلت کرد دفن شود. محمد اهل مکه بود ولی در مدینه فوت کرد و اطرافیان حیران بودند که آیا قبر پیغمبر اسلام را مطابق رسم مکه حفر نمایند یا مطابق رسم مدینه.
در مکه بعد از این که قبر حفر می شد مرده را در اون آن می گذاشتند و قبر را می پوشندند، ولی در مدینه بعد از این که زمین را حفر می کردند و یک مغاک عمیق به وجود می آوردند، در کنار آن مغاک یک تونل کوچک حفر می نمودند و جسد متوفا را در آن تونل می گذاشتند و در تونل را می بستند و آنگاه مغاک را با خاک پر می کردند. بالاخره اطرافیان پیغمبر تصمیم گرفتند که دو قبرکن مکی و مدنی دعوت نمایند که به آن خانه بیایند و قبر را حفر کنند. اگر قبرکن مکی زودتر آمد، قبر محمد را طبق رسم سکنه مکه حفر نماید و هرگاه قبرکن مدنی زودتر آمد، قبر را طبق رسم مدینه حفر کند. در آن روز قبرکن مدنی زودتر آمد و لذا قبر پیغمبر اسلام مطابق رسم قبور مدینه حفر شد. پس از اینکه قبر حفر شد، یگان ردای پیغمبر اسلام را روی پیراهنش بر او پوشاندند تا اینکه بعد از پیغمبر آن ردا را هیچ کس نپوشد. آنگاه جسد پیغمبر را شستند، چون رسم اعراب این بود که قبل از دفن میت جسد را می شستند مگر در نقاطی که آب یافت نشود. هنگام شستن جسد پیغمبر برای رعایت احترام لباسش را بیرون نیاوردند و کالبد پیغمبر اسلام با لباس شسته شد. بعد از آن یک پارچه سرخ رنگ و طبق بعضی از روایات یک قطعه فرش سرخ رنگ را اطراف جسد پیچیدند و جسد را در تونل مذکور قرار دادند. هنگام دفن جسد را روی یک پهلو نهادند و تونل طوری حفر شده بود که روی پیغمبر اسلام به سوی کعبه باشد. دیگر اینکه جسد را طوری دفن کردند که گونه محمد با خاک تماس حاصل کند. آنگاه در تونل را بستند و حفره را با خاک انباشتند و روی قبر نهالی کاشتند و آبیاری کردند که رشد کند. اعراب جسد مرده را بدون تابوت دفن می کردند و علاقه نداشتند که به وسیله تابوت جسد مرده را زیر خاک حفظ کنند. آنها می گفتند که از انسان چیزی باقی نمی ماند جز آنچه هنگام حیات به وسیله روح خود به وجود آورده است و چیزهای دیگر از بین می روند. پیغمبر در زمان حیات برای خود جانشین تعیین نکرد. توضیح. شیعیان عقیده دارند که حضرت خاتم النبیین در قدیر خم بعد از مراجعت از حج در سال دهم هجرت حضرت علی ابن ابی طالب را به جانشینی خود تعیین فرمود. مترجم. بعضی از تذکره نویسان گفتند که چند ساعت قبل از مرگ محمد درخواست کرد که کاتبی بیاید تا اینکه آخرین وصایای او را بنویسد و قصد داشته است که جانشین خود را تعیین کند. عده‌ای از اطرافیان پیغمبر به علی ابن ابی طالب اطلاع دادند که بیاید و عایشه به پدرش ابوبکر اطلاع داد و حفصه پدرش عمر ابن خطاب را مطلع کرد و علی و ابوبکر و عمر در یک موقع وارد شدند و چون پیغمبر آن سه نفر را دید نتوانست نظریه خود را راجع به جانشینی خیش ابراز کند. ولی این روایت خیلی ضعیف است، برای اینکه محمد قوی تر و با اراده تر از آن بود که در مورد مسئله مانند موضوع تعیین جانشین خود که برای دنیای اسلام اهمیت حیاتی داشته دچار تردید شود و نتواند نظریه خود را بگوید. با توجه به اینکه محمد طوری در اطرافیان نفوذ کلام داشت که هر چه می گفت از طرف آنها پذیرفته می شود. محمد که در 80 جنگ کوچک و بزرگ شرکت کرد و فرماندهی آن جنگ ها را بر عهده داشت، دلیرتر از آن بود که نتواند جانشین خود را تعیین نماید و دچار رو در بایستی شود و لذا این روایت قابل قبول نیست. وقتی مسلمینی که در مسجد بودند مطلع شدند که محمد زندگی را بدرود گفت، شیون کردند و عمر ابن خطاب به مسجد رفت و بانگ زد: برای چه شیون می‌کنید؟ آنگاه شمشیر خود را از نیام کشید و گفت: هر کس بگوید که محمد مرده،
من با این شمشیر گردنش را خواهم زد. پیغمبر ما نمرده، بلکه به آسمان نزد خداوند رفته و به زودی مراجعت خواهد کرد و ما او را خواهیم دید. آن وقت ابوبکر وارد مسجد شد و گفت: یا عمر، ساکت باش و شمشیر خود را در غلاف جا بده. سپس خطاب به مردم اظهار کرد: ای مسلمین، محمد خود می گفت که من انسانی هستم مثل شما و هر انسان می میرد ولو پیغمبر باشد، و پیغمبران گذشته همه مردند و پیغمبر ما هم زندگی را بدرود گفت. هر کس مسلمان است و محمد ابن عبدالله را پیغمبر خود می داند باید بفهمد که او مرده است، ولی اگر پیغمبر می میرد خداوند برعکس زنده ابدی است و هرگز نخواهد مرد. عمر ابن خطاب وقتی این حرف را شنید بر زمین نشست و سر را بین دو دست گرفت و های های گریست، و مسلمین هم که چندین لحظه سکوت کرده بودند شیون را تجدید نمودند. چون این مرد محمد پیغمبر اسلام و یکی از بزرگترین مردان جهان.